سلام دوباره دوستان عزیز من ساسان توسلی هستم و امروز جلسه چهارممون هست در یک سری از درسی به نام آزادی در مسیح از کتابی این درس ها رو دارم میدم به نام Born Free نویسندش یکی شیش آمریکایی خیلی محبوبی هست به نام استیو براون و این کتاب خدا رو شکر به زبون فارسی ترجمه شده به تیتر از زندانهای خود آزاد شوید امروز میخوایم یه مقدار دیگه صحبت رو از قسمت های منفی مقدمه ای برسونیم به قسمت های صحبت این رو کردیم که زندان ها و اصارت هایی در زندگی وجود داره این ها میتونه چی باشه؟ چطوری وارد شدیم؟ چرا توش موندیم؟ با چه دروغهایی هایی تو این زندان ها زندگی میکنیم؟ و حالا میخوایم یواش یواش صحبت اومدن بیرون از این اسارت‌ها ها رو بکنیم شاید برای بعضی از عزیزان که دفعه اول پای این صحبت نشستن بگن که آقا ما نمیدونیم که زندان هایی رو شما قبلا صحبت کردی به طور کلی صحبت این رو کردیم که یه سری از اسارت ها به خاطر اعمالی که انجام میدیم حتی به عنوان یک ایماندار مسیحی منظورم هست در زندگی حتی یک مسیحی یه سری از زندان ها در افکارمونه یه سری زندان ها در روابطمون با دیگرانه و یه سری زندان ها در اینکه چطوری اجازه میدیم دیگران ما رو کنترل کنن. و منظور از این زندان ها و اسارت ها به طور کلی اینه که خیلی همون کلنجار میریم با یک عالم مسئله و ناراحتی و زخم در زندگی ولی شاید به ظاهر نشون ندیم ولی در واقع میدونیم که در درونمون مشکل داریم در درونمون پر از این اسارت ها و درگیری ها هستیم و امروز دیگه میخوایم یواش یواش صحبت اینو بکنیم که چطوری از این اسارت ها میشه آزاد شد چون مسیح ما رو خونده به زندگی آزاد این خیلی مهمه که صحبت عیسی مسیح در انجیل یوحنا که این سری رو اصلا با اون آزاد کردیم که اگر به تعالیم مسیح گوش بدیم و اطاعت کنیم اون ما رو آزاد میکنه و خیلی وقتا به مسیح ایمان آوردیم ولی هنوز با این اسارت ها داریم کلنجار میریم و خیلی مهمه که به جای ادا در آوردن و شعار دادن و فقط سرود خوندن از درون از عمق وجودمون از این اسارت ها آزاد شیم. حالا صحبتی که امروز میخوام بکنم قبل از اینکه صحبت این حقیقت رو بکنیم که چطوری درک واقعی ما از خدا میتونه کمکی باشه برای آزاد شدن از این زندان ها میخوام اول به این نکته خیلی سریع اشاره بکنیم که اگر از این زندان ها آزاد نشیم یعنی واسه اومدن بیرون باید بدونیم که چقدر مهمه که ما قانه نباشیم با سوختن و ساختن باید بدونیم که درد هست، انکار نکنیم درد رو. به جای فرار از درد، به جای انکار درد، قبول کنیم که درد هست. قبول کنیم که خیلی وقتا شاید مشکلات زندگی ما برمیگرده به گذشتههامون به خانوادههامون به رفتارها و زخمایی که دیدیم از خانوادههامون به طور مثال خیلی‌ها که فرزند افراد الکلی هستند مشکلات در نسل بعدی تکرار میشه. خیلی از مشکلات نسلا در نسل ادامه پیدا میکنه اگر باش روبرو نشیم و این رو باید درک بکنیم خیلی وقتا با راه های دروغین سعی می که وجدانمون رو راحت بکنیم به جای اینکه واقعا با یه گناه روبرو شیم توبه بکنیم نزد خدا بیاریم و از اون پاک بشیم با کارهای مذهبی یا کارهای دیگه سعی می کنیم وجدان خودمون رو ساکت بکنیم و اگر با این زندان ها رو با این اسارت ها رو باید بدونیم که مشکلاتمون کمتر نخواهد شد بلکه بیشتر خواهد شد تلخی هامون کمتر نخواهد شد بیشتر خواهد شد و دائم ما ادامه میدیم زندگی رو با یک دروغ با تظاهر کردن با نقش بازی کردن با نقاب زدن و خیلی مهمه که با واقعیت این اسارت ها روبرو بشیم با واقعیت مشکلات زندگیمون روبرو بشیم حالا صحبت رو دیگه میخوام عوض کنیم به طرف راه حل ساسان به اندازه کافی درباره زندان گفتی آقا ما قبول داریم یه سری مشکل داریم یه سری اسارت داریم یه سری زندان داریم حالا راه حل آزادی چی هست درسته که امروز میخوایم روش تاکید بکنیم اینه که درک درست از شخصیت خدا میتونه قدمی باشه برای آزادی از این اسارت ها درک درست از اینکه خدا کیه و رابطه من با خدا چیه میتونه قدمی باشه برای رها شدن از این زندان ها نکته اول که میخوام امروز مطرح بکنم اینه که حتی به عنوان یک مسیحی باید خودمون رو یادآوری کنیم به این حقیقت که خدا در کنترل نه خدا در کنترل زندگی نه من ما فکر میکنیم که خیلی وقتا ما کنترل زندگی ما مسئولیتش مال خودمونه همه کارا رو خود من انجام بدم باید بدم بار دنیا رو دوش منه باید یک عالم کار بکنم تا زندگی بچرخه و این دنیا بچرخه ولی باید با این حقیقت روبرو بشیم که ما به یه خدای ایمان آوردیم یه خدایی رو کتاب مقدس به ما معرفی میکنه که خدای قادر مطلقه خدای قادر مطلقه که اجازه نمیده مسیح میگه پرنده از آسمون بیفته خارج از کنترل اون اجازه نمیده که کوچکترین اتفاق بیفته خارج از نقشه اون یه دوست عزیزی دارم میگه که در دیکشنری خدا کلمه اوپس وجود نداره هیچ چیزی خدا رو سرپرایز نمیکنه که اه من میخواستم از فرزندم مراقبت کنم ولی از دستم در رفت حالا شاید به احساسا این چه ربطی به آزادی داره ربطش اینه که خیلی وقتا یه سری از اصحارت هایی که صحبت کردیم برمیگرده به گذشته به زخم هایی که در گذشته به ما خورده در روابطمون تلخی هایی که داریم نمیدونم کلنجار هایی که میریم با زندگی فعلیمون به خاطر این بار گذشته باید به این نکته واقف بود که حتی گذشته منم در نقشه خدا بوده خدا تصادفی اجازه نداده هیچ اتفاقی در زندگی من بیفته حتی اتفاقات تلخ زندگی من خدا براش نقشه داشتیش که امروز من اینجا باشم امروز من بفهمم که اون کارهای زشت در محبت مسیح چه معنای پیدا میکنه پس خدا در کنترل زندگی تعلیم کتاب مقدسه و من در کنترل نیستم پس احتیاجی نداره که اینقدر استراب داشته باشم نگران باشم بخوام دیگران رو کنترل کنم توقع فلان داشته باشم عصبانی باشم که دیگران چه برای سر من آوردن چون میدونم که خدا در کنترله. ما با یک خدای روبرو شدیم که دنیا را خلق نکرده و بگه حالا برو به امان خدا به چرخ واسه خودت هر لحظه این دنیا در دست های پرقدرت مسیح نگه داشته شده و این خدایی که این کهکشان ها رو ساخته پدر آسمانی من و تو در ایسای مسیح پس با یک خدای روبرو میشیم که حاکمیت و کنترل و اقتدار دنیا دست اونه و اون خدا پدر من و توه اگر واقعا رو همین نکته فکر کنیم رو همین نکته تعمل کنیم یک عالم ما رو میتونه رها کنه از اینکه از افسوس هامون که ای کاش زندگی اینطوری میشد ای کاش اونطوری میشد ای کاش این بلا سر من نمی اومد چون خدا در کنترل هر اتفاق بدی هم که افتاده در نقشه پدر آسمانیت برای یک هدف زیبا میتونه اتفاق بد استفاده بشه نکته دوم با خدای روبرو میشیم که میتونیم بهش اعتماد بکنیم خدا کتاب مقدس توی ملکی فصل 3 آیه 6 میگه من یهوه هستم و من عوض نمیشم ما با یک خدایی روبرو هستیم که میگه من قابل اعتمادم میتونی رو من زندگی تو بسازیم من نظرم عوض نمیشه بیا نزد من و به من اعتماد کن پس با یه خدایی که میتونیم بهش اعتماد کنیم میتونیم به وفاداریش به خوبیش به محبتش به بخششش اعتماد کنیم به جای اینکه همش در ترس زندگی کنیم همش بترسیم که نکنه الان یه کاری بکنم بیاد پس گردنم بزنه نکنه الان یه کاری بکنم بیاد خیر منو بگیره با یه خدایی سر و کار داریم که میگه در ایسای مسیح هیچ محکومیتی وجود نداره این حالا یه پرانتز کوچولو باز کنم این به معنی نیست که خدا ما رو دیسیپلین نمیکنه بر طبق عبرانیان اون یه موضوع دیگه است ولی این خدایی که با قلب پر محبتش خودش رو در مسیح به منو تو معرفی کرده و به این خدا میشه اعتماد کرد. چون این خدا وعده هاش خوبیاش بخششش عوض نمیشه نکته دیگه نکته دیگه که میخوام اینجا مطرح بکنم ستیو براون این رو خیلی میگه زیبا هم تو کتابش هم توی خدماتی که انجام میده توی آمریکا میگه تمام نویسنده این کتاب خودش یک سازمان مسیحی داره برنامه رادیویی و تلویزیون و دانشگاه الهیات درس میده میگه که تمام خدمت من توی این خلاصه میشه که به مسیحیا بگم خدا از تو عصبانی نیست و به غیر مسیحیا بگم که اگر شما هم نزد از طریق عیسی مسیح نزد این پدر بیایید میبینید که از شما عصبانی نیست و شما را به آغوش میگیره حالا چرا من اینو میگم چون خیلی ایمانداران مسیحی هستن که هنوز کلنجار میرن تو فکرشون که آیا خدا منو قبول کرده آیا خدا واقعا منو دوست داره آیا خدا از من لذت میبره؟ آیا خدا من رو به فرزندی به آغوش کشیده واقعا و هنوز با اون ترس و لر زندگی میکنیم اول یوحنا فصل چار آیات هفت و هشت میگه که عزیزان بیایم همدیگه رو محبت کنیم چون محبت از خداست هر کسی که محبت میکنه از خدا متولد شده و خدا رو میشناسه و کسی که محبت نمیکنه خدا رو نمیشناسه چون خدا محبته این ترجمه فارسی خود بنده بود از آیه انگلیسی ولی کتاب مقدس اول یوحنا 4 آیه 8 خدا محبته ذاتش محبته و من دائم هی برمیگردم به آیه تو رومیان که ما در مسیح هیچ محکومیتی نداریم چون مسیح مجازات ما رو پرداخته و الان خدا ما رو میتونه از طریق ایمان به مسیح به آغوش بکشه پس اگر توی مشکلات زندگی مبارزاتمون توی بلندی و پستی های زندگی واقعا به این حقایق آشنا بشیم که من با یه خدای سر و کار دارم که کنترل همه چیز دست اونه خدای سر و کار دارم که به خوبیش میشه اعتماد کرد با یه خدای سر و کار دارم که از من عصبانی نیست بلکه لذت میبره از من به عنوان فرزندش از طریق ایمان به عیسی مسیح با یه خدای سر و کار دارم پس این حقیقت میتونه به ما خیلی قوت و امید بده که این بارها رو از دوش خودمون پیاده بکنیم ادامه میدیم این صحبت رو با نکته دیگه ای که با یه خدای رو میشیم که از طریق قوانین و شریعت خودش نه قوانین های انسانی که ما خیلی وقتا اضافه میکنیم بلکه از طریق کلام و شریعتش خدا داره به ما درس و تعلیم میده آیات خیلی مهمیه خیلی ها شاید آشنایی داشته باشیم انجیل متا فصل پنج که مسیح میگه من نیومدم تورات رو کنار بذارم بلکه اومدم اونها رو کامل بکنم ما بر ضد شریعت خدا حرف نمیزنیم شریعت خدا منعکس کننده ذات قدوس خود خداست و خدا قوانین کلامش رو به من تو میده برای اینکه من تو رو هدایت کنه برای اینکه منو تو رو تعلیم بده برای اینکه به منو تو بگه زندگی پاک یعنی چی خیلی وقتا ما توی مشکلات میافتیم توی گناه میافتیم توی کارهایی میکنیم که کاملا بر ضد کتاب مقدس همون روز اول این مسئله رو مطرح کردیم و همین گناه باعث میشه ما تو اسارت بیفتیم رابطه ما با خدا کمرنگ بشه خدشدار بشه احساس محبت خدا رو در وجودمون از دست بدیم پس اگر میخواهید که از این زندان ها بیایید بیرون بهترین کاری که میتونید بکنید اینه که مطیع کلام پدر آسمانی باشید پدر آسمانی ما این کلام رو به ما فرستاده که به ما اراده خودش رو مکشوف کنه پدر آسمانی ما این کلام رو فرستاده تا به ما تعلیم بده راه زندگی درست رو پدر آسمانی ما به ما این کلام رو فرستاده که ما رو تربیت بکنه و تمام اهداف این کلام تربیت زندگی سالم و زندگی پاک و زندگی خدا پسندان است برای فرزند خدا پس این نکته خیلی مهمیه که چون همش داریم صحبت آزادی رو میکنیم که شاید یک کسی فکر بکنه که صحبت بی بندوباری صحبت پس هر کاری که دلم خواست بکنیم هست نه منظور نیست منظور اینه که واقعا میشه زندگی آزاد داشت در چارچوب اطاعت از کلام پدر آسمانی چقدر نویسنده های کتاب مقدس به خصوص مزمور مینی مثلا مزمور 119 یکی از مزمورهای خیلی مشهور کتاب مقدس می نویسه در باره طولانی ترین هست در کتاب مقدس و تمام آیات این مزمور درباره باره اتا... لذت بردن و اطاعت از دستورات پدر آسمانیه برکت هست در اطاعت از پدر آسمانی من همش دارم برمیگردم به این مسئله که صحبت اطاعت از قوانین انسان نمی کنم قوانین هایی که خودمون قوانین مذهبی که خودمون هی اضافه می کنیم به این کلام صحبت از اطاعت واقعی کلام پدر می کنم که کلام پدر بار نیست اطاعت از خدا در زندگی بار نیست اطاعت واقعی از خدا باعث آزادی واقعی در زندگی میشه پس با یه خدای روبرو هستیم که به ما احکامش رو داده قوانینش رو داده که ما رو تربیت کنه در زندگی پاک در زندگی خدا پسندانه در زندگی که باعث خوشنودی اون و آزادی من میشه نکته بعدی که طبیعت خدا چطوری میتونه ما رو آزاد کنه در زندگی این حقیقت هست که فیض خدا خیلی بزرگتر از اون چیزی که من تو تصور میکنه یکی از جمله های محبوب من از کتاب فلیپیانسی هست اعجاب فیز که تو اون کتاب یانسی میگه که معنی فیز یعنی اینکه من کاری نمیتونم بکنم که خدا منو بیشتر دوست داشته باشه و من کاری نمیتونم بکنم که خدا من رو کمتر دوست داشته باشه یا ستیف براون اینطوری میگه میگه که من مسیحیت رو اینطوری خلاصه میکنم که ما خیلی خراب خرابتر از اون چیزی که فکر میکنیم و محبت خدا خیلی بالاتر از اون چیزیه که فکر میکنیم من خیلی گناهکارتر از اون چیزیم که تو تصور خودم میخوام قبول کنم واسه هم یکی دائم خودمون رو قایم میکنیم پشت نقاب های پاکتر و بهتر من وزم خیلی خرابتر از اون چیزی که فکر میکنم ولی بخشش خدا، فیض خدا، آغوش خدا، محبت خدا خیلی بیشتر از اون چیزیه که من تصورش رو میکنم ما میتونیم با شهامت استفاده بکنیم از این فیض و محبت و نکته دیگه و نکته آخری که میخوام درباره شخصیت خدا بگم که چطوری میتونه ما رو آزاد بکنه این حقیقت هست عزیزان که خدا در همه جا حضور داره چه در شادی ما و چه در گریه ها و دردها و تاریکی های زندگی ما خدا همه جا حضور داره و دست این شبان دست من رو تو رو گرفته و از کوههای پرشکوه و, و از دره های مرگ با من و تو عبور میکنه پس ما با یه خدای روبرو میشیم که واقعا هست با ما وعده داده که با ما باشه و وعده داده که هیچ وقت من و تو رو تنها نمیذاره وعده داده که میتونیم با دردهامون بیاییم نزد اون فریاد بکشیم همونطوری که نویسنده های مزامیر این کار رو میکنن آه و ناله هامون شکایت هامون زخم هامون عصبانیت هامون گریه هامون و شادی ها و پرستش و لذت و شکرگزاری همه رو میتونیم نزد این پدر بیاریم و با او صادقانه درد و دل کنیم و سبک بشیم از این زخم ها و درد ها و پر بشیم از قدرت اون از روح اون از آزادی اون پس یکی از بزرگترین قدم ها یکی از بزرگترین قدم هایی که من و تو میتونیم برای آزاد شدن برداریم از اسارت های زندگیمون از بارهای زندگیمون از زندان های زندگیمون اینه که با خدای واقعی این کلام آشنا بشین. خدایی که به ما گفته همه چیز در کنترل های پرقدرت اونه. خدایی که به ما نشون داده محبتش رو، فیضش رو، بخششش رو. خدایی که به ما زند برای زندگی در این دنیا حکمتش رو واسه ما آشکار کرده، قوانینش رو برای ما آشکار کرده. خدایی که ما رو دعوت کرده که دستمون رو دستای اون بذاریم و اون هیچ وقت ما رو تنها نمیذاره اگر با این خدا رو رو بشیم و این خدا رو قبول کنیم میتونیم قدم برداریم و آزاد شیم از زندان هامون. درسمون رو برای پله های دیگه از آزاد شدن در هفته آینده با هم ادامه میدیم تا هفته دیگه خدا نگهدار